اجلاسی که در سازمان بهداشت جهانی در ژنو داشتیم جزء چند کشور موفق در کنترل بیماری کرونا بودیم و این بود که با توجه به اینکه ما در خرداد ماه کلن رقم مرگ و میرمون تک رقمی بود و حتی در بعضی روزها هم به صفر رسیده بود، در شنبه در ستاد کرونا مطرح شد و به این جنبندی رسیدیم که در فضاهای باز کلن استفاده از ماسک الزامی نیست و عمدتاً در فضاهای بسته و جایی که تهویه مناسب ندارن و به ویژه در وسایل نقلیه عمومی مثل هواپیما، مثل قطار، مثل اتوبوس، اینها حتما خب لازمه که استفاده بشه. نکته مهم اینه که بیماری کرونا به طور کلی از بین نخواهد رفت، مثل آنفولانزا خواهد شد. کلا بیماری ها اینطوریه که از یک فاز یا یک مرحله همگیری دارند و بعد برمیگردن به مرحله تکگیری. اونو اصطلاحا بهش میگن پاندمی، این رو بهش میگن آندمی. و بیماری کرونا مثل آنفولانزا خواهد بود، یعنی بیماری کرونا وجود خواهد داشت. بنابراین توصیه میشه که سالی یک بار واکسیناسیون بر علیه این بیماری انجام بگیره. امسال با توجه به اینکه هنوز خطرش در دنیا از بین نرفته و الان در برخی از کشورها آمار قابل توجهی وجود داره و به خاطر مسافرت‌هایی که به داخل کشور انجام میشه، ما توصیه میکنیم که افرادی که به فاصله 6 ماه تزریق قبلیشون گذشته امسال یک نوبت تزریق رو انجام بدن. امسال دولت همطور به طور رایگان انجام خواهد داد و در سالهای بعد با توجه به وضعیتی که در دنیا وجود داره باز توصیه میکنیم که این واکسن در اختیار داروخانه ها قرار بگیره و هر کسی که مایل بود، به خصوص اونهایی که های ریسک هستند و بیماری های زمینه ای دارن، این واکسیناسیون رو